به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک شنوندگان و هممیهنان و پارسی زبانانی که این برنامه رو میبینند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. یک شنبه هشتم ماه مارچ، پس فردا، روز زن در سراسر گیتی است. هر سال با فرارسیدن این روز نه تنها جهانیان بلکه بسیاری از مردم ما یاد و خاطره مبارزات پیگیر و شگفت‌انگیز و ستایش آور زنان دلاور ایرانی رو در برابر اسطوره‌های حماقت و فسیل‌اندیشی و شقاوت و زورگویی مشتی آخوند افسار گسیخته و پیروان ابله و ستمگرشان رو در ذهن خود زنده می‌کنم. کوشش‌ها و ستیزهای زن ایرانی در برابر این دژخیمان برگ‌های زرینی رو در تاریخ ایران برای همیشه گشود است که هرگز و هرگز با گذشت زمان از درخشش و فروغ اون کم نخواهد شد. با همه وجود در برابر این همه دلاوری، این همه فداکاری، این همه پایداری و این همه استواری در زمینه زنان ایرانی و دختران ایرانی سر فرود می آوریم و از بن اندیشه به یکایکشون سپاس می گیم. پر افتخار باد زن ایرانی و زن دلاور ایرانی در برابر فشارهای مشتی گذشته‌گرای تهی اندیش بیریشه. چون برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی معمولاً 50% زمانش به گفتگو با هممیهنان و تلفن کنندگان و شنوندگانی که به وسیله تلفن با من سخن میگن و پاسخ میخوان و پرسش دارن، همه گمان کردند که این برنامه برنامه ارتباطی میان خودشون و تلویزیونه. هفته گذشته دو تا چامه از ایران برای من رسید که زیرش نوشتن از ایرانه و خواهش کردن اسمش پخش نشه و البته هم نخواهد شد. بسیار بسیار شیوا و جالب گفتن هر دوشون. البته یکی از اونها جنبه طنزش بیشتره، اون دیگری اون هم طنزه ولی اندکی خشونت و خشم هم درش به کار رفته. نخست اون چامه رو که طنزش کمتره، من ببخشید خشمش کمتره و طنزش بیشتره، براتون میخونم. با خدا صحبت میکنه، با خدا سخن میگه، میگه یارب از بالا به ما هم اعتنا کن لااقل، وقت ما را هم از اون بالا صدا کن لااقل. نصف کشورهای دنیای تو از ما بهترند، نصف کشورهای دنیای تو از ما بهترند، وضع ما را هم نصف آنها با صفا کن لااقل، وضع ما را نصف اونها با صفا کن لااقل. دیش عرش کبریایی گیر کرده سمت غرب، دیش همین دیشای امواجگیر، دیش عرش کبریایی گیر کرده سمت غرب
چند روزی روی دیشت را به ما کن لااقل. در اتوبان جهان پت پت کنیم عین پراید. در اتوبان جهان پت پت کنیم عین پراید. بنز ما را هم شبیه تویوتا کن لااقل. بنز ما را هم شبیه تویوتا کن لااقل. نه اروپا، به اروپا، به اروپا این همه حال اساسی می دهی، به اروپا این همه حال اساسی می دهی، یک کم از این حال هم بر ما عطا کن لااقل. هرچه نعمت بود دادی تو به یو اس آی ها، هرچه نعمت بود دادی تو به یو اس آی ها، 5-6% از آن را سهم ما کن لااقل. وضع ما را هم، وضع ما را که تمام هفته مثل گامبیاس، یکی از کشورهای عقب افتاده آفریقا، وضع ما را که تمام هفته مثل گامبیاس، هفته یک روز چون آنتالیا کن لااقل. آنتالیا مرکز تفریحی ترکیه است. کشور ما را که در تاریخ سوتی داده است. سوتی یعنی یک کار خنددار و یه مطلب مشتواکنه. کشور ما را که در تاریخ سوتی داده است، جا به جا در نقشه جغرافیا کن لااقل. مرز ایران را جدا کن از عراق و سوریه. مرز ایران را جدا کن از عراق و سوریه. مدتی همسایه ایتالیا کن لااقل. مدتی همسایه ایتالیا کن لااقل. حالا این چامه دوم هم که اینم از ایران آمده، میگه ما شهر عرب، بحر عرب کار نداری. با شهر عرب، بحر عرب کار نداری. با سال قمر، ماه رجب کار نداری. ما گردش سال از خط خورشید گرفتیم. ما گردش سال از خط خورشید گرفتیم. با ظلمت و تاریکی شب کار نداریم. شیر شتر رو روی عرب چند توان دید؟ شیر شتر رو روی عرب چند توان دید؟ با چهره منحوس عرب کار نداریم. هرچند که ما در پی گمگشته خیشیم، هرچند که ما در پی گمگشته خیشیم، با بصره و بغداد و حلب کار نداریم. ما طالب صلحیم، ما طالب صلحیم و طرفدار حقیقت. با جنگ فلسطین جلب کار نداریم. ما طبق سند ریشه در این خاک دواندیم. ما طبق سند ریشه در این خاک دواندیم. البته منظورش خاک ایرانه. با آدم بی اصل و نسب کار نداریم. با آدم بی اصل و نسب کار نداریم. هر جا نبود شعر و ادب رو ننماییم. هر جا نبود شعر و ادب رو ننماییم. ما مجلس آری، با مجلس آریز ادب کار نداریم. با مجلس آریز ادب کار نداریم. تاج سر ما سایه ارباب ریا نیست. با هیچ به جز مهر وطن کار نداریم. با هیچ به جز مهر وطن کار نداری. خب میپردازیم به پاسخ به پرسش هایی که خوشبختانه
زیاد نیست، برای اینکه زمان ما بیشتر خواهد بود برای پاسخ دادن به پرسش ها. سرکار بانو بتیا نادری، سرکار بانو بتیا نادری میپرسه نام من بتیاس، بتیالف. پدرم میگفت که بتیا نام دختر خشایارشاست، آیا درسته یا اینکه ریشه تاریخی دیگری دارد؟ ضمناً معنای بتیا را اگر میدانید بگویید. خب پرسش جالبی است. پاسخ: سرکار بانو بتیا، پدر شما درست میگوید ولی به شما نگفته که معنای این واژه چیست. پاسخ این است که واژه بتیا یک واژه پارسی است که از زبان پارسی کهن یعنی هخامنشی به زبان پهلوی ساسانی و حتی پهلوی اشکانی رفته، ولی دیگه به زبان پارسی کنونی ما اونجور درخشان و روشن نیامده به جز در کتاب‌های علمی کهن که این اسم هست. واژه‌ی بتیا نام دختر خشایارشا نیز بوده. این واژه به معنای سینه یا قفسه سینه اومده که البته مسلماً نام زنانه، و چون نوشته نام زنانه بنابراین چه بسا منظور از سینه پستان هم باش. و در واژه نامه های کهن خوشبختانه این نام نوشته شده، نامی زیبا، پاک و اصیل و ایرانی. سرور منصور لشکری نوشته که برای جایگزینی واژه ناپسند و زننده زندانی که برای آزادگان سرفراز به کار میبرند چه واژه دیگری را میتوان به کار برد. من در شگفتم که این سرور لشکری به چه دلیل میگه واژه زندانی بده. واژه زندانی بد نیست، زندان خودش جای خوبی نیست، اما نه همیشه، خیلی مسئله است. اگر یک نفر تجاوزی بکنه به یک آدم بیگناهی، به یک زن پاک دامنی، به یک انسان شریفی، خب این بهترین جا برای زندانه و زندانی میشه. زندان ناپسندی، اون شخص کار ناپسندی کرده که رفته به اونجا. شاید این دوست ما اینه میگه که وقتی این لغت زندان رو میشنویم خیال میکنیم هر کسی که میره زندان کار ناپسند کرده. نه، موقعیت فرق میکنه، موقعیت مهمه. معمولا واژه ها پیرو واژه های پیشین خودشونن. یعنی اگر بگن که فرض کنید که رئیس داعش ها و آدم کش ها گرفتار شد و به زندان رفت، خب مسلمه اون باید بره در اونجا بشه. اما باید توجه داشته باشید که خود واژه زندان به هیچ وجه زننده نیست، به ویژه آن که بگیم فلان آزاد مرد یا فلان آزاد زن یا فلان زن بیگناه یا مرد فرهیخته‌ای زندانی یک حکومت گستاخ و جبار و زورگو شده. در اینجا زندان به نظر کسانه، به نظر ما نه تنها ارزش و اعتبار داره که خود واژه نیز به خود مینازه. آدم بزرگواری رو انداختن زندان. زندان ابزار دست زورگویان و ستمگرانه، این رو داشته باشی. از اینجا وضعیت معلوم میشه، زندان ابزار دست زورگویان و ستمگرانه، بنابراین جای بدیست و کسانی رو که در آن حکومت اون دستگاه زورگو به زندان میندازه اونها سبب نازششونه،
چون واژه زندان و خود آزاد مرد یا آزاد زن نشان میده که اینها در برابر ستم و بیداد مقاومت کردن. این هم پاسخ سرور منصور لشکری. من از دوست ارجمندم آقای مهندس سپر خواهش میکنم آگهی ها رو پخش کنم تا به دنباله برنامه بپردازیم. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. بینندگان ارجمند، یکی از بازی‌هایی که روش میشه بسیار سخن گفت، هم از دیدگاه مثبت و هم از دیدگاه منفی، گاوبازی در اسپانیاست. ببینید، در این کشور آخرین کشوری بود که در زمانی که عیسی ظهور کرد و امپراتوری روم از کیش میترائیس به کیش عیسی گروید و حدود 100 سال بین میترائیست ها و عیسوی ها و ترسایان زد و خورد بود و کشت و کشتار بود، تا بالاخره ترسایان پیروز شدن و پیروان میترائیسم آرام آرام از صحنه خارج شدن، به جز اینکه در گهگاه در بعضی از جاهای دور افتاده، حتی در خود ایران، گروه های هستن، شاید نه به اسم میترائیست، ولی رفتارهای میترائیستی رو انجام میدن. در خود ایران هم هست و من در کتاب حافظ و کیش مهر که کیش مهر رو به خوبی تشریح کردم و شرایطشون و وظایفشون و رفتارها و آیین‌هاشون رو در اونجا مثال آوردم، گروهی ما داشتیم در ایران داریم که اینها پیرو کیش مهر هنوز از اون درویش ها هستن، بعضی ها به اونها میگن علی اللهی، بعضی از علی اللهی ها. خلاصه در اروپا این کیش که واپس نشست، بسیاری از آداب و آیین‌های خودش رو در کیش میترائی، در کیش مسیح جا گذاشت. 25 رفتار در کیش مسیح که اینا رو از میترائیس گرفتن: زادن خود عیسی به وسیله مریم باکره، این اصلا باکره زایی اول در کیش میترا بوده، بعد اومده در وقتی که اینا رو شکست دادن
این باور اومد در کیش عیسی. حتی آب چیزی هم که سر بچه نوزاد بیزن، اون هم از کیش میترا گرفته شده. رنگ سرخ کاردینال ها از کیش میترا گرفته شده. کلاه بابا نوئل و لباس رو سرخ بابا نوئل از کیش میترا گرفته شده و خیلی شب به آسمان رفتن میترا و به آسمان رفتن عیسی هر دو. میترا رو مسیح میگفتن ایرانی ها، عیسی رو مسیح میگفتن، یعنی رهاننده. و از اینا زیاده. حالا یکی دو بار هم من در گفتارهای 7-8 سال پیش راجع به همین کتاب حافظ و کیشه بر که سخن میگفتم، نکته هایی رو پرداختم بهش و اتفاقا توی همین کتاب حافظ و کیشه بر مفصل من درباره این 25 آیینی که ترسایان از میترا گرفتن سخن گفتم. اما بخشی که در اسپانیا رفتن، این مسئله گاوبازی رو، البته نه به این صورت، چون میدونید که در باور میترائیسایی نیست که قحطی دنیا رو تهدید میکنه و میترا برای اینکه جلوی قحطی رو بگیره به دنبال گاو روزی افزا میره و در یک قاری این گاو رو گیر میاره که و میکشه. این داستان میترائیستا میگن که وقتی میترا حرکت میکنه به طرف پیدا کردن این گاو روزی رسان، یک سگ اون رو راهنمایی میکنه. بنابراین سگ در کیش میترا بسیار دوست داشتنیه و واقعا هم حیوان بسیار بسیار انسان دوستیه و همون منز بست فرند بهترین نامی است که به سگ داده شد. مجسمه هایی هم که شما میبینید که عیسی داره گاو رو میترا داره گاو رو میکشه، اونجا رو اگر دقت کنید در زیر تنه گاو یه عقرب، یک کژدم میبینید و یک خرچنگ میبینید و یک مار و سگ. سگ از طرف میترا هست، با میترا وارد غار شدن. اون رو هم اهریمن، باور میترائیستا اینیست که اهریمن این سه آزار رسان و کژدم و مار و خرچنگ رو میفرسته که این ما چیز گاو رو نیش بزنن و خرچنگ هم خرخره گاو رو بگیری که خفش کنه که گوشش سمی بشه و مردم در رفاه نباشن و این گاو که کشته میشه گوشتش به مصرف خوردن بشر نرسه. این حالت بعد از 7-8 هزار سال هنوز در اسپانیا هست، ولی خب با تغییر فرهنگ، با تغییر اندیشه و فکر مردم، این پسندیده نیست که گروهی عظیم 7-8-10-15 هزار نفر بیان جمع شن در یک منطقه و یک گاو زبون بسته نری رو بیارن و بعد باهاش بازی کنن و خشمگینش کنن و انقدر از این سیخ‌ها به تن او بزنن و خون ازش بره تا از پای در بیاد و بمیره. این پسندیده دوران امروز و بشریت نیست. به همین دلیل بسیاری، مثل سخنی که من میگم، بسیاری هم با این بازی مخالفت کردن و مخالفت با این بازی باعث شده تا نوع گاو بازی کم کم داره عوض میشه. یعنی دیگه این حیوان رو لطمه نمیزنن، نمیکشن. پس چی کار میکنن؟ اگه نمیکشن یه بازی چی؟ حالا با همدیگه این فیلم رو میبینیم. آقای مهندس سپر فیلم رو پخش کنه، ببینید گاو بازی چه صورت انسانی به خودش گرفته.
بله خب دیدید، هم تماشایی بود هم انسانی بود. گاو فقط خسته شد، خسته که شد گاو رو عوض کردن، ولی بسیار شیوا و زیبا با این خشم گاو بازی میکردن. مهند سپهر شماره تلفن ارتباط با استودیو رو روی پرده تلویزیون گذاشته، بنابراین دوستان ارجمند می توانند از هم اکنون زنگ بزنند و در این زمینه ها با هم سخن بگیم. بله یکی دو تن از شنوندگان هم درخواست کردن که سخنان بزرگان رو بگیم، که فعلا که شلوغ شد، همه خطا روشنه. الان بفرمایید. جناب سلام عرض کردم، وقتتون بخیر. خواستم با جناب دکتر انقطاع صحبت کنم. من انقطاع هستم، درود بر شما. بفرمایید. من انقطاع هستم. جناب دکتر سلام عرض کردم، درود بر شما. عرض کنم یک بیت شعری رو خوندم، نوشته بود عشق تو کف بر هم زند صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و حلا. هی جیمی لام الف، حلا یعنی چی در اینجا؟ ما حلای با هی جیمی ندیدیم اصلا. ما حلا به معنی هوشیار باش، متوجه باش، با هی دو چشمه. مطمئن به نظر من اینجا همونه. شما شعر رو بخونید، اگر به معنی هشدار باشه میبینید شعر معنا پیدا میکنه. ولی من این حلای بدون لامی که در آخرش باشه یا دوچهه دوچش باشه بدون لام من ندیدم تا حالا. شایدم باشه، برای که دنیای لغت دنیای بی انتهاییه، ولی من ندیدم. حالا شما الان معنی کردین، اگر اونجا به جای اون بگی هشدار باش متوجه باش، درسته یا نه؟ یه معنی رو میده درست یا نه؟ الو جانم، میگم شما اگر به جای این حلایی که گشته بذارید هوشیار باش متوجه باش. ببینید اینجا افلاک اومده بیرون ز افلاک و حلا. نه اون اوشو ممکنه نباید داشته باشه. من به هر حال جز این چیزی دیگه ای نمیدونم. حالا با این همه من نوشتم که نگاه کنم، چون من ول نمی کنم لغت ها رو، دنبالشون میرم ببینم چیه. توی فرهنگ لغت ندیدم باهه. من همینی دارم میگم، منم ندیدم. برای اینکه ببینید من 4-5 تا فرهنگ لغت بزرگ هست، یکیش همین مال ده خداست، یکیش اشتنگاسه که بسیار فرهنگ انگلیسی به فارسیه و بسیار قویه، ولی نیست هم چیزی. به هر روی انشاءالله که بتونیم پیداش کنیم بهتون بگیم. الو بفرمایید. الو بفرمایید. درود بر کتبان ناصر انقطاع. درود بر شما. امیدوارم که اگر من شما را سرور نامیدم و کتبان نامیدم مورد ایراد قرار نگیره. به صورت شخصیت حقیقی و حقوقی شما برای ما خیلی قربون شما بشه. خواهش میکنم. من دو تا مورد خواستم بگم. یکی این که همین واژه کدبان را چطور ما نمیتونیم بیاریم تو ادبیاتمون و بغل سرور بذاریم. حالا سرور هم درسته، ولی سرور گاهی اوقات ما میدیم تو مناطق مثل هندوستان این ور اوور که رس بوده، حالت یه بار منفی هم داره، به عنوان کسی که به قول من رو صاحب مالک ارباب یه جریانی داره. بله بله. این از این. بعد یه مورد دیگه میگم و بعد من خدا نگهدار میگم. این واژه منجی و ناجی رو که متاسفانه من بارها و بارها شنیدم، حتی شاعرامون، نویسندگانمون، برنامه گذاران این ناجی رو به جای نجات دهنده به اشتباه به کار میبرند رو نمیدونم چرا اصلاح نمی کنند. میدونم تنها واژه‌ای که به اصطلاح معنی نجات دهنده، بله بله میدونم، یه متعذ عربیه منجیه. در هر صورت اینو شما تایید بکنید، تعریف بکنید، نمی توضیح بدید که واقعا اینقدر ما از این اشتباهی و همین ظریفی ریزی کردیم متاسفانه که گرفتار همین این مله ها شدیم دیگه. همین خودش خیلی خوبه. اگر شما
نمی گفتید که راجع به این دوتا میخواید صحبت کنید و پرسش دیگری داشتید، بنده این دوتا رو زودتر از اونا به شما جواب میدادم. برای اینکه هر دوی اینها چیزهایی است که توجه به ژرفاش مردم نمی کنن و میان و صحبت میکنن. منجی ظاهرش به نظر میاد که یعنی بله کسی که نجات یافته شده. نه، منجی یعنی نجات دهنده و ناجی یعنی نجات یافته شده، چیزی که همه برعکس فکر میکنن. دونم دکتر جان. بله، و این درستش همین دوست ما هممیهن ما که الان روی خطن، ایشون درست میگن، این دوتا رو اشتباه میکنن به جای هم. اما میایم سر کتبان. کتبان رو شما برای چی میگید به اشخاص؟ دوست عزیز، کتبان به اصطلاح مثل ما، حالا من تا این اندازه که آموزش دیدم، کتبان به اصطلاح ما وقتی کتبانی داریم یعنی نگهدارنده نور در خانه. خود کت به معنی خانه به اصطلاح، خب بان به معنی نگهدارنده. کاملا درسته. خب شما به فرهنگ یا سنت ما اصولا مرد به اصطلاح خانه رو نگه می‌داشته، از بیرون به داخل می‌ورده، زن مثلا نگهداری داخل خانه را میگشته به این صورت. نه نه قربان، ببینید عذر میخوام، من بفرمایید سری که مزاحم دیگران نشین. همین کلوم سلام و درود، متاسفانه من در خیلی از این بزرگان و تحلیلگرامون میدونم، میبینم میان به قول من تو تلویزیون این مثل اون روشنفکران سال 57 که اونور دنیا رو میدیدن زیر پاشون رو نمیدیدن، میان اولین چیزی که به جای درود میگن سلام میگن. من تا الان ندیدم یه درودم درست بکنن به قول معروف. از شخصیت های بزرگ میگم ها، همین مسائل کوچیکی که ما را میتونه به راه درست برسونه. بله بله، با کمال احترام به شخصیت انسانی حقیقی به عنوان یک ایران پرست ناسیونالیست و کانکوست ایرانی، بسیار برای شما احترام قائلم. سپاسگزارم. شما رو رو خط نگه نمیدارم، ولی در مورد واژه منجی و ناجی هم باور شما هستم، اما در مورد کتبان با شما خیلی حرف دارم. از تلویزیون گوش بدید. ببینید، کت در زبان پارسی یعنی خانه، دانشکده یا کت یا کده یعنی خانه، یعنی خانه دانش. آتشکده یعنی خانه آتش، بتکده یعنی خانه بت. بنابراین کده تکلیفش معلومه، یا کد، اصل کده، منتها اون هی نسبته. دان آتشکده یعنی خانه ای که مال آتش. اما دومین ساختی که از کده ساخته میشه که قدیمی ترینش هم هست، کدبانوه. اون اویی که شما میبینید علامت تسخیر نیست. در فارسی زن و مرد لغتاشون جدانی، یکی از دلایل پیشرفتگی ادب فارسی اینیست که برای مذکر و مؤنث لغتای جدا ندارن. وقتی میگن او آمد، او مرد زنه، فرق نمیکنه. فقط وقتی میگن منیژه گفت، خب معلومه منیژه زنه دیگه. بنابراین بان چه مرد باشه چه زن یعنی نگهبان خانه. کد بان، کد بانو. اشتباه اینیست که خیال میکنن اون واوه مال زن بودنه. اونه. نه، اون بسیار داشتن و بسیار انجام دادنه. مثل این که ریش، خب ریشه، ریشو یعنی بسیار ریشدار. توجه کردید؟ حالا تو مغزتون هم خیلی لغت‌های دیگر میتونید بسازید که اون اویی که میاد یعنی بسیار انجام دهنده. اما در اینجا وقتی او میاد همینه، یعنی این خان، کسی که ما میگیم کد بان، او همیشه کارش خونه داریه، زن خانه دار. این واژه رو کی ساختن؟ 5000 سال پیش، 4000 سال پیش. بله، اون موقع نباید توقع داشت که آدم فکر کنه که پس نباید به زن بگه کدبانو، زن میتونه بیرونم بره. و
بعد تحولاتی که رخ داد این کار کردن. ولی کدبانو اصلا زن یعنی خانه داری و بچه داری در 5000 سال پیش، در 3000 سال پیش، در 2000 سال پیش، این حتی تا 500 سال پیش. بنابراین کدبانو یعنی خانه دار. حالا میایم سر اینی که اینو به مرد میگن. چرا به مرد میگی؟ مثلا بنده بیام به رئیس خودم در اداره بگم کدبان فلان کس، مگه اون خونه من نون میاره؟ مگه اصلا صاحب منه؟ نه، من باید احترامی بذارم به اون، میگم سرور، رئیس، رئیس و سرور میگم. سرور یعنی اصولا کسی که فرمانده آدمه و همون مدیر و سرپرست سازمانی ما. بنابراین همیشه من گفتم نگید کدبان. کدبان یعنی سرایدار. مردی که یه خونه رو مواظبه، این سرایداری داره میکنه، در حالی که کدبانو یعنی خانه‌دار. اون شغلشه، اون امتیازشه که بچه داری و خانه داری و نظافت و شد همه چی در اون چارچوب واژه با کد جا میگیره و اونم نگهبانش. کدبان اصلا همین خود کدبانو که میاد بغل کدبان نشون میده که مرد نمیتونه خانه دار باشه. همین همه خطا پر. الو بفرمایید. با من هستین؟ بله بله بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما سرور عزیز. جناب دکتر، فکر میکنم بیتی که اون آقا خوندن بله نقطه ای بوده که روی خلا باز بذارن. به معنی خلا، خلا یعنی توهی و جایی که خالی باشه. بله یعنی توهی، کسی که شاید آدمی نیست، اون تو بشری نیست، محبت. بله درسته، کسی نیست. و چون افلاک آورده، افلاک مزدتالی میدونین که افلاک به معنای جاییست که در اونجا به قول معروف فرشته ها هستند، آسمان هست، سپهر هست، افکاری هست که یعنی فرشتگون هستند، یعنی اونایی که ستاره پرستان مخصوصا هستند. پس موقعی که خلا باشه فکر کنم درست. کاملا درسته، پیش دلیلتون هم خیلی منطقی روشنه. و اصلا در فضا خلعه، در فضا اکسیژن نیست، هوانی. بنابراین اونم شاید منظورش همین بوده که خلا یعنی در همون جایی که هیچ چیزی نیست و توهیه. شاید این به نظر اگر پیدا نکنیم با هی جیمی و لام و الف، مسلما این نقطهش افتاده. نه خیر، یه دونه فقط برای شیرینی و حلاوت اینا هستش که در اونم مذهب قمال تبریزی هستش. اون حلاوه، ببینید اون واو باید براش بذارید. بله بله، اون یه چیزی رو در برای واو هم باز دوباره تعریفی داره. حالا در قصد این ها من فکر کنم خلا همون نقطه است که دیگه به نون مگس استفاده کردیم دیگه. ممکنه، کاملا. یک سوالی از خدمتتون خواهش میکنم داشتم. اون سوال من اینه که اون رهبران، شاه ها، حکمرانان، سلاطین و یا شاهانی که در ایران رو کردن و باعث شدن که ایران متجزی یعنی به تجزیه نشه و یک پارچگی ایران را حفظ کردن، بله دقیقا، فقط حتی اقل نه به شرح چرا این رو فقط اسم ببرید. مثلا بلفرض از صد تا سلاطین و حکمران اینا حکمرانی کردن، چه کدوم یکی از اینها باعث متشکل بودن و جلوگیری کردن از تجزیه؟ خیلی داریم قربان، خیلی داریم. ببینید حالا من پاسختون رو از تلویزیون میدم. بله سپاسگزارتونم. خواهش میکنم. ببینید بعضی از بیماری ها هست که خود بیماری کشنده است، ولی اون ویروس ها یا اون میکروب ها یا اون باسیل ها، اونها در داخل بدن انسان ضمن اینکه بدن رو متصرف میشن، این حالا در دانش پزشکی یک مبحث، یک جستار بسیار پیچیده ایه، ضمن اینکه بدن رو تصرف میکنن و از پا در میارن، یعنی خطرناکن به هر حال بر بدن، ولی دشمن یه عده دیگه هست.
یه عده دیگه ویروس ها. یعنی اگه یکی بیماری ایکس رو، حالا من اس نمیبرم چون بیماری ها بعضی هاشون زیاد جالب نیست نامشون، نمیبرم، اگر کسی مبتلای اون بشه از بسیاری از بیماری ها و ویروس های دیگه راحت خیالش، خود اون ویروس پدرشو در میاره ولی بقیه رو جلوشو میگیره. آدم های بزرگ به خصوص پادشاهان ما، پادشاهان ایران، بجز بارها گفتم بجز کوروش، داریوش و کریم خان زند، همه پادشاهان ما زورگو بودن، همه زورگو بودن بدون تعارف، خیلی به سود ملت کار کردن، خیلی به سود کشور کار کردن، ولی مثل همون بیماری است، اون ویروسی که بدن رو تصرف میکنه ولی از بسیاری از مداوای، بسیاری از برخورد با بیماری های دیگه پیشگیری میکنه، درست اینه. اون شاهی که میاد، اون کسی که میاد، اولا تاریخ ما ندیدیم که بجز ولیعهد، یعنی پدر میمیره پسر میاد، سران زنجیرهای پادشاهی ندیدیم بدون کشت و کشتار و شمشیر کشی بیان کشوری رو بتونن تصرف کن، از اون بالاشو بگیرید بیاید تا پایین. ولی این آدم وقتی تصرف میکنه و در صدر میشینه، چه خودش شاه بشه چه فرزند پادشاهان دیگری بشه، کشور رو مال خودش میدونه. مشکل از همین جا آغاز میشه. اگر کشور رو برای ملت و خودش بدونه باز خوب میگیم خوبه فرزندانه، ولی کشور فقط به خاطر اینی که خودش در این سطح باشه، در اون بالا باشه، در صدر بنشینه، هم ملت و هم سرزمین همه رو مال خودش میدونه. چرا؟ برای اینکه کارهایی که میکنن میدونه. آقا محمد خان دستور داده 20,000 چشم درارن. چرا؟ تو به چه حق به جان و مال و تندرستی مردم اینجور تجاوز میکنی؟ برای اینکه مال خودش میدونه. این بدبختیه. نمونه از این چیزا زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. میگم من فقط حالا کوروش و داریوش که یه اسطوره هایی بودن که از قدیم بودن و واقعا ما نکاتی رو نمیبینیم علیه اون و این جور زورگویی. البته جنگجو بودن، خب جنگجو مسئله دیگری است، مسئله است که با تجاوز دیگران ممکنه چیز بودن. ولی کریم خان زند رو دیدیم دیگه، تمام نوشته ها آدم هایی که شاهد بودن هستن، این آدم واقعا اونطور فکر نمی‌کرد. میومد تو بازار راه می‌رفت، با این بزاز صحبت می‌کرد، با اون رزاز صحبت می‌کرد، با یه لور می‌دید، یه لوره رو دیده بود، می‌گفت دید لوره خیلی کثیفه و اینا، گفتش که تو چطور نمی‌ری حموم؟ گفت خان من حموم میرم، ما دو بار باید با حموم بریم ما لورا. البته اهانت نشه به لورا، این نوشتن توی تاریخ، یکی موقعی که به دنیا میای ما رو میشورن، یکی موقعی که میمیریم ما رو میشورن. آقا کریم خان گفت نه برو، ما برو هم. گفت تو خودت مگه چند وقت میری؟ گفت من ماهی یه بار. حال تازه کریم خان ماهی یه بار میرفتم، ماهی یه بار میرفتم. میگه آ خان مگه تو اردکی؟ ولی حرف میزدن، حرف میزده با مردم. نداشتیم. چرا شاهان میگیرن جلوی خودشونو در پنجره درست میکنن و همه این چاپلوسان و درباریان سر اینا رو به آسمان میرسن، یه قشری نگه میدارن. این چاپلوسان برای همین مردم رو از اونجا جدا میکنن، اون شاه هم خوشش میاد. خلاصه بگم در تاریخ من ندیدم شاهانی، حتی نادرشاه که من خیلی دوستش دارم، خیلی کارهای، یعنی اگه اونو بدیها و خوبیاشو بسنجیم، خوبیاش بسیار بیشتر از بدیهاشه. یعنی اگه نادر نبود دیگه ما میتونیم بگیم مثلا ایران کنونی هم نبود. ولی جان و مال و ناموس اشخاص، ملت ایران در اختیار شاهان بودن، هر کاری میخواستن میکردن. به چه دلیل؟ چرا تو مالک جان و مال و زندگی مردم، ناموس مردم باشی؟ تو باید یه مقرراتی داشته باشی. بدبختانه از زمانی هم که مشروطیت ایجاد شد که خواستن جلوی این
بیرویه بودن قدرت رو بگیرن جز یک یا یه دوره و نیم مجلس شورای ملی ندیدیم شاهی بتونه پایبند این کار باشه. باز ریختن زدن کنار و همون قدرت و همون تسلط و همون متملقان و چاپلوسان دوروبر و سر تو مثل سر فلان. اصلا معنی نداره به معنای اعلی حضرت. اعلی حضرت یعنی چی؟ اعلی حضرت لغت غلطیه. آستان بالا، بلند آستان یعنی معجر در خونت طبقه ششمه. ما نمیشه اینه، این تملقه. خب البته همه رو از خود بی خود میکنه. به بندم صبح تا غروب تملق بگن و منم لباشاش خودم گم میکنم، خیال میکنم یه چیزی هستم. نه، باید کنترل روانی داشت و خودشو نگه دار. از اتاق فرمان مینویسن که زمان دیگه در حال پایان یافتنه. با سپاس از تمام کسانی که روی خط هستن و همه خطا پره، همه رو من پاسخ میدم. اگر میگیرید و زنگ میزنه جواب نمیاد، از شما پولی کم نمیشه، ولی من اینجا دارم پاسخ یه شنونده دیگری رو میدم. به هر رو، باری که به دوش مردم آگاه هست، باری که به دوش مردم آگاه هست، سوگند که طاقت شکن و جانکاه هست. گور عربی که خاک ما داد به باد، امروز دریغا که زیارتگاه هست. امروز دریغا که زیارتگاه هست. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران که همیشه پایندگی ما پایندگی ایرانه.